بنام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی شبکه اصلاح، امروز تحلیل نمودیم که واقعا هم یک تحلیل است قبل از آن که بعضی افرادی از مقامات وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی این ماه باید به مقام های گوناگون تعیین میشوند. با عنوان برنامه امروز ما چنین است: شاهروخ کجا می رود؟ به جای اس اس یتیموف کی می آید؟ دوسیه امام علی رحمانوف را کی به مسکو رسانیده است؟ کسی خودم آخر کنجا بای هست که؟ ها؟ اکا هوایی گفتم که برم اکادمی ملیسه خونه آینده کس پدرش را گیرد گفتم. آفرین؟ بردیم خواهی یک زوره و تولا کده بردیم موندیم یک تورنی می کشیدی امومن؟ یک امومن سه سال شدم جا خونسو ده یک ماه میرد یک ماه نمیرد باور کن مردک باری گپ زنم بچه های دیگر رو میگیم که بچه ما تعلیم و تربیه هست سوست بچه خودم آبایی مردک باری من در تو در دیلی من نگویم در کردیم دیگر سه سال شد همین عرامی شلخ خودم کشالا کده بسولیم همونجا با باور میگیدی این سه سال با چور تا گویز بود همونجا من میدونی چی من نخونسا داریم گوه گویز من خونسا دیدم اونجا من نمیدونم با این نوهده برایش پگه را از خدا جمع میکند و نمیکند. در پی تغییرات کادری در سال گذشته چندی از منصبدارانی با سابقه از منصبها برکنار شدند. این تغییرات کادری بعدی بار دیگر به مقام پرزیدنتی خود را انتخاب و تعیین کردن امام علی رحمانوف با وقوع پیوست. منابع آگاه در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با ارسال یک مکتوبی سر به مهر از ادامه این تغییرات کادری بعضی از جزئیات را برایمان افشا کردند. امکان دارد این تغییرات ها و یا دفعتن پس از پیام رحمانوف و مجلس عالی که قرار است 26 ژانویه صورت بگیرد به عمل آید. طبق معلومات دریافتی رحمانزاده سهراب کرامت الله جنرال مایور اگرچه در چندین شعبه و بخش‌های وزارت کارهای داخلی کار کرده است، بیشتر او را در مقام‌های سرداری شعبه وزارت کارهای داخلی در خط فرودگاه شهر دوشنبه، ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در نقلیات، سردار خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان می‌شناسند. چون بدادگری‌های در این سب بیشتر داشته است. پدرش کرامت الله از شناس‌های نزدیک امام علی رحمانوف و خودش بچه خواندش بوده است. باور کنید این رحمانوف چند بچه خوان دارد نمی‌دانیم. از راهبری ریاست کادرهای وزارت کارهای داخلی و راهبری بازرسی دولتی اتومبیلی یعنی گئی در کرسی جنرال مایور میلیتسه نسیم زاده اکبر غیاث تعیین می‌شده است. یعنی باید این شخص بچه خواند رحمانوف به گئی می رفته است تا اینکه دزدی و غارتش را بیشتر کند. رمضان زاده سهراب 1 اپریل 42 ساله می شود. بینندگان گرامی، در 18 سال طبق سامانه وزارت کارهای داخلی از رتبه لیتیننتی به جنرال مایور رسیده است که اصلا امکان ناپذیر است از این جهش کیهانی جز در تاجیکستان و نزدیکان رحمانوف. در حق ارمیه تهمت کرده گفت میزنه که فقط بچه های دهقان خدمت میکنه اما نه بچه کلان شمده هم کار میکنه نماینده بچه های سفیر سفارت ها کار میکنه چی وزیفه دارد گفتن؟ گفتن همه فهمد که دیگر هر خیلی گمان های بد نکنن جنرال سهراب مبتلای چندین بیماری های خوفناکی گذرنده هم بوده است. بینندگان گرامی، برای آزمایش به مسکو می رفته است تا در تاجیکستان کسی از آن بیماریش آگاه نگردد. باز به کلینیکه های خصوصی در مسکو این کار را انجام می داده است تا سر بیماری خوفناکش مبادا افشا نگردد. این بیماری حتی به همسرش هم سرایت کرده بود است. خوب دیگر به همه باید معلوم باشد آن چی گونه بیماری است. اگر باور نکنید مرحمت سنجید تا آگاه گردید. خطابم به امام علی رحمانوف که پسر خواندت را سنج قبل از اینکه به وظایف بالای او را تعیین می نمایید. بعضی از مستندات در مورد بیماریش در اداره پایگاه اصلاح موجود است. اگر خواهیش داشته باشد آن را رسانه‌ای می کنید.
شاهروخ سیدزاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نظر است که تعیین خواهد شود. او در این مقام نظرزاده شریف رحمان جنرال لیتنانتی میلیتسیا را عوض خواهد کرد. احتمال می رود که نظرزاده شریف به ولایت مختار کوهستانی بدخشان پرواز شود و از آنجا باز نشسته خواهد شد. اکنون خبرهای رسیده از منبع دیگر در مورد دیگر نظرزاده و این نظرزاده جنرال مایور قدرت نظرزاده می باشد و این نظرزاده قدرت دو داشته است که سردار اوباپی وزارت کارهای داخلی بشود. گفته است که پول را جقیدگیم اپم عروسی جنابای در کار شود جوی رمضان رحیمزاده را می گیرم. رمضان رحیمزاده در پیش من هیچ کسی نیست. باید کمی شخصیت نظرزاده قدرت را معرفی نمایم. او جنرال مایور نظرزاده قدرت سابق رئیس شعبه کارهای وزارت داخلی فیض‌آباد، سپس وحدت، سپس شاهمنصور یک، پس از آن هفتم شعبه وزارت کارهای داخلی، پس از آن سردار شعبه کارهای وزارت داخلی سوخت و اخیراً نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دولتی قزاقستان بود. حالا بیکار بوده طلبگاری وظیفه شادی حفیظ دامادی رمضان رحیمزاده است. در هر کجا کار کرده است از ظلم او همه بداد آمده اند و خیلی شخصیت منفور و دین ستیز و اسلام بدبین است. در دست اصلاح جنایت های مخصوصا کلان او از جمله تجاوز به ناموس و نابالغ در فیض‌آباد و وحدت وجود دارد. برای کم آگاهی چون این خاطر نشان برایش می نماییم که شهنازه دختری سفری چایخانچی در فیض‌آباد را محض انا همین نظرزاده قدرت تجاوز نموده است و معلومات دیگری از وحدت و جنایت های دیگری این جنرال تجاوزگر و خشین در دست اصلاح وجود دارد. اگر خواهشمند باشند می توانیم آنها را نیز تقدیمی مردمی کشور نماییم. در مورد شاهروخ سیدزاده منابع آگاه دیگر بر این نظر نیستند و میگویند به کمیته دولتی امنیت ملی باید گذرد و پس از نشان دادن خود باید بالا با بالا رفتن گیرد در این نهاد، زیرا رستم این را میخواسته است و شاهروخ فعلا پلکونیک است، چنانکه که میدونید رتبه را تازه گرفته است و باید تا جنرال مایور شدن کارهای خوب انجام دهد تا اینکه با مقاماتی بالاتری برسد. بالا شگردم و یا ناوس دارن خیلی بعد فکر کردم که ترسیدن در کار نبوده ورود گوزنان کردم ممکن خیلی نکی به هر حال ابلا هزار روشتا دیستانسی گرفته گشتن در کار خیلی حفیظ شادی سردار اوباب با اکادمیای میلیسه می رود و داماد وزیر وزارت کارهای داخله رمضان رحیمزاده است. منابع دیگر به این نظرند که حفیظ شادی سردار اوباب با اکادمیای میلیسه می رود و داماد وزیر داخله است رمضان رحیمزاده. منابع دیگر به این نظرند که حفیظ شادی حالا جوان است و با اکادمیا شخصان سالخورده را قبل از نفقه و یا پیش از نفقه می فرستند. علمشاه عبدالرحمن همان بوزمکوف معاون وزیر کارهای داخلی، دیرکتور آژانس نظارت اموال دولتی و مبارزه با کروپسی تعیین خواهد شد. چند چپه از طرف پسرش صورت گرفته است و این آبرویش را کمی کاسته و پایان برده است. در حال در وظیفه که حالا قرار دارد، یعنی معاون اولی وزیر کارهای داخلی، نباید او را از وزارت کارهای داخلی و نهاد دیگری گذراند، چون جایش وزیر تعیین شدن است، نه اینکه به نهاد دیگری فرستادند. سلیمان سلطانزاده باشد رئیس کنونی آژانس ضد فساد یعنی همون کروپسیا باید زندانی گردد، اما چون از دنگره است باز منتظر حکمی نانوشته پیشوای ملت داخل ناخنک باید بود، چون او مثل باد و هوای بهاری است، هر لحظه تغییر خورنده است. اون لا لا تفش گفتگو یک تراکتور بارز
زنده است. اشکی ما اومد که نمیشناسم، نمیدونم. نمیشناسی؟ نمیشناسم. یه هفته پیش گفتی که پوندک هکتار زمین دارم. تراکتور با چوبک کوب بردم چوبک دادم نمیشناسی. ای دروغ نگو تو ما دکمه تو سوتی زمین دارم مزدنم شد گور بکنه بیا. پوندک هکتار بنا می دیگه کرافون کرده گه که. این چونین در نظر از صالح‌زاده اسکندر جنرال لیتیننتی میلیتسیا سردار ریاست کنونی از ختلان و کرسی علم شاهزاده عبدالرحمن بنشیند. دولتزاده نورزاد شریف بکوب سردار شعبه کفتکوب جنایی سینا یکی دوشنبه و جای شاهرخ سعید یعنی سردار ریاست کفتکوب جنایتی وزارت کارهای داخلی تلاش کرده ایستاده است. وای گفته است که $200,000 دادم رستم خسروبچه اکم ظریف بیک شوهری تخمین است کاری من بود شدگی خوب دیگر. اما باور کنید بینندگان گرامی این نورزاد نامش را نوشته نمیتواند. یک کاندید دیگری را به جای شاهرخ گفتند که باید تعیین شود. باز هم منتظر میمونیم چی فرمان صادر میگردد از پیشوا و تخمینه چی کار میکند را هم نباید فراموش کرد. علیشهر حصاری باشد سردار ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی او را چند بار به عروس ها خفیدند. از مقامات آزاد کردند. شاگرد خود رمضان رحیمزاده است. یک کروپسیونر اشدی می باشد. کامل جیانی وزیر کارهای داخلی در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا معاون بود. از آنجا گرفتند 5 روز پیش پیشوا وزیر را نکویار فریاد و تهدید می کند که از وظیفه تمام اولادت را سابق دوش کن. که وضعت را بد میکنم. وزیر خوب میگوید اما در چشم پیشوا خاک زده از وظیفه سبکدوش نیو و دیگر ناحیه ها روان کرده است که گپ کمتر شود. در مورد جیانش کامل یک ورسیه هست که در دست اصلاح اما تصدیق نشده است. آن را فعلا برایتان نمیگویم. در مورد جیانی در خوجند بودهش رکت دیگر هم معلومات رسیده. باز هم تصدیق نشده میگذاریم این هر دو جیان های رمضان رحیمزاده را به مطلبی جداگانه ای. جمشید نظریف پسر جورابیک نظری از معاونیت بیورا اینترپول جمهوری با کرسی رئیسی آن تعیین شود. فعلا ریاست این بیورا را جنرال مایور میلیتسیا عزیزوف عبدالغفار خیوموویچ به عهده دارد. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی حالا ناعلاج مانده است. از ترس شاهرخ سعید نمیداند که چی کار کند. گفته است که ما میدانیم گپ و نوشته های مخالفین در نسبت تو دروغ و تهمت است. به گپ مخالفین اهمیت نده. چند روز پیش رستم با یتیموف گفته است که در دهنت میپرانم اگر نسبت شاهرخ یگان چی یعنی دستیه باشد، یعنی گویا در دستی من محمد اقبال. ولی من با صراحت میگویم که در دستی اصلاح نوار وجود دارد، نه اینکه یک نوار، چندین نوار وجود دارد. می توانید آرام کارتون رو رستم جان ادامه دهید. رستم به خاطر شاهرخ در کار شود، باور کنید بینندگان گرامی، اپه های خودش رو می پراند. در دست اصلاح چندین دلایل برای این گفته وجود دارد. دوزه رستم هر روز 3 تبلتکه است. اگر نزند دست و پایش می لرزد و زیر چشم هایش کبود می شود. در پشت چایخانه راحت آفیس دارد. یک قصری با حشمت 4 آشیانه. در تخانه آن 4 تا حمام ترکی و ساونای روسی، بسین، بر، در آشیانه سیومی آن میدان فوتبال، تلویزیون بزرگ دیواری، کانتن استرایک میزند و تبلت که. اینجا دخترها را آورده، خوب دیگر با آنها دختریشان را گرفته و تجاوز میکنند. نعوذ بالله. در پهلوی خانه شعبه 7 امنیت قرار دارد. این کوچه یک طرفه است، در آن کوچه حرکت ماشین ها منع می باشد. این عمارت از 13 خانه عبارت است. هر یک خانه اش به طرز گوناگونی اروپایی و نیز به اصطلاح ملی کرپا و کرپاچه و گلدوزی های چکن پر است. یک جنرال امنیت به یک نظرزاده پسری سی امیر فیض‌آبادی که شخص سرسپرده بر رستم می باشد در کلاب در وقت بازی فوتبال جنگ شد. او با ماشین نکسی رستم را گریزانیده و دوشنبه آورده بود. او سردار کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان بود. در خانه اش گرانات پرتوخته بودند نکفید، اما همسرش از ترس پس از چند وقت درگذشت. طبق معلومات های رسیده از وزارت کارهای داخله و کمیته دولتی امنیت ملی، بینندگان گرامی، امسال سالی سنگین برای مقامات این دو نهاد بوده است. خیلی از افراد به نفقه فرستاده می شوند، از جمله 3 جنرال
و 50 نفر از دارندگان رتبه های گوناگون در این مقامات. این چونین چون همیشه جای عوض کنی کادرها از یک منطقه به منطقه دیگر نیز در نظر است، اما بیشتر به کادرهای خودی امسال رحمانوف اهمیت جدی می داده بوده است. خوب بینندگان گرامی، می دانیم از یتیموف خسته شدید، ولی اگر نگوییم امکان ندارد، چون که او اس یتیموف است. باز هم در مورد اس یتیموف و حالت ناگواری او برایتان می گویم. طبق بعضی از معلومات ها او باید به جای یتیموف سیمومین آید، کی یعنی انا همین شخصی که رستم را از کلاب گریزانیده به دوشنبه آورده است. بیگ نظر زاده اس یتیموف با هر نیرنگ و بازی می خواهد در نزد جنابش خود را سفید کند، اما همه دستیه اس یتیموف در دست بیگ نظر زاده بر وقت رسیده و بر رستم آنها را سپاریده است. رستم می خواهد بیگ نظر زاده را سردار کنترازویتکه امنیت موند، که تمام دستیه جمع آورده اس یتیموف نسبت آیله رحمانوف را نیست و نابود کند، که فردا درد سر این آیله می شود. آن نتیجه زحمت های شبانه روزی و جانفیدایی اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می باشد. این شخصیت در تاریخ ملت تاجیک به سابقه محض توسط مهنت، زحمت، جانفیدایی ها، از خود گذشتن ها، قهرمانی ها و ملت صلح آورد. کشوری در آتش سوزان خاکستر شده و نامدگشته را از نامدی ها رهانید، رشد آن را تأمین کرد و این مملکت سرسبزی بخشید. همتان عزیز، اما تمام دسیه آیله در مسکو در دست نیکلای پتروشف، سابق رئیس فیسبی و فعلا کاتب شورای امنیت روسیه سپاریده شده است. اس یتیموف تمام دسیه را بر وقت به مسکو سپارید و همه جنایت های صادر نموده رحمانوف در دست پتروشف موجود است. با دست جنرال نظراللایف، سردار سابق تفتیشاتی امنیت که حالا در محبس می باشد، این هم در حال است که اس یتیموف او را در خیانت به وطن متهم و زندانی کرده است. ولی آنچه که با نظراللایف، یکی از چکستانی با سابقه، یتیموف انجام داد، یک نوع متد کاری او می باشد. برای مثال، وقتی که اس یتیموف در بلژیک سفیر بود، در حق کارمندان سفارت تاجیکستان بدادی بسیار می کرد و دائما با الفاظ قبیح آنها را تحقیر می کرده است. رژیم جاری کرده بود که گویا این سفارت نیو زندان باشد. کارمندان به غیر از یک بار مغازه رفتن، برای چند ساعت در روزهای استراحت حق برآمدن از خانه هایشان را نداشتند. چشم و گوش اس یتیموف راننده کلته ارگوتیش بود، که همه چیز را درباره کارمندان و خواجه اش گزارش میگرد. یکی از رفتارهای شوم یتیموف مداخله به صرف ماهانه کارمندان بود. او نه تنها معاش کارمندان را طوری به آنها میداد که آنها تحقیر شوند، بلکه آنها مجبور بودند که چی طور صرف کردن معاش خود را آخر هر ماه به اس یتیموف با نشان دادن چک های مغازه اثبات کنند. بینندگان گرامی، باور کنید در ادامه این منبع نوشته است که واقعا اینجا کار به حالت های شرم‌آور می رسید در سفارت وقتی که یتیموف آنجا بود، خصوصا وقتی که در بین نامگوی خریدها در چک اس یتیموف چیزهای زنانه را از قبیل تمپون و دیگر چیزها می دیده است و در اول نمی فهمیده است که اینها چی هست، که این چیز چی است که کارمندش خریده است. بنابراین این کارمند را استنتاق می کرده است که این چیز چی است که اینقدر بسیار خریده ای. البته در این حالت کارمندان با خجالت و جناب سفیر آینده اکادمیک می فهموندند که تمپون این یک چیزی است که زنان برای گذاشتن در بدنشان استفاده میکنند. باور کنید این آن معلوماتی است که از سفارت بلژیک برای ما رسیده بود. اس یتیموف دائما با کارمندان میگفت که در سفارت حاکم مطلق او است و یگان وزیر و یا کبیر این وضع را دیگر کرده نمیتواند. ولی همان وقت داماد پرزیدنت اشرف گولوف و همسرش پروینه رحمانوا با وظیفه دیپلماتی و سفارت تعیین میشود و با بلژیک میآیند. اس یتیموف فکر کرد که قاعده های جاری کرده خود را با اشرف گولوف هم
بار کرده می تواند. ولی داماد پرزیدنت از همان روز اول با یتیموف گفت که این قاعده ها به او دخل ندارد و او خودش رژه کاری خود را در سفارت معین می کند و کی خواهد می آید و کی خواهد می رود. همان زمان اس یتیموف برای خود سفید کنی در نزدی کارمندان دیگری سفارت می گوید که بالای هر زور یک زور دیگر است و با همین خود را تسکین می دهد. بله بینندگان گرامی، مطلب ما در این مسئله ادامه دارد. به اطلاع تمام بینندگان اصلاح می رسانیم که این معلومات از دالانهای وزارت کارهای داخلی و تلاش ها برای تصاحب و یا تعیین گشتن این و آن منصبدار به این مقام ها مشاهده شده است. افراد نامهایشان ذکر شده در مطلب این سخنها را در دالانهای وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی و اینچنین از سفارتی دولتی بلژیک گفتند و منابع اصلاح از آنها آگاه شده و ما رسانیدند. اما این که پس از نشر مطلب یا این برنامه که فعلا شما تماشا دارید تعینات دیگر صورت میگیرد و یا این افراد با آن مقام های زیر چشم گرفته اشان تعین میگردند و یا نه، آنش بیننده گرامی بر میگردد به پیشوای ملت و یا پیشوای آیله. ما بینندگان گرامی با شما منتظر روز تعینات کروپسیونی پیشوای رژیم خواهیم بود. با سرفرمانده عالی قوه های مسلح پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرف 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 چهرهای نوام دختره که خوش روی اینجا برو پیشی اپتا بیست هر دوی نار من از شهر راغون آوردن. بله بینندگان گرامی، این بود تحلیل امروزه ما قبل از تعیین افراد به مقام و وظیفه هایی که خودشان فکر دارند. من اما نمیکنم، من او دستوره ندارم که در لوبا جا مگذرم تکش تو خطا غامنت نبروی خوناتون گیا را دیدی در جدیده یا نیمه رحمت رحمت خواه احتیاط میکنم و کم تر نشیدگیم در بسیار نیم یاد دوزده بکل. بینندگان گرامی به شبکه اصلاح آبونه شوید و لایک ها را در برنامه های ما گذارید تا دیگران نیز از برنامه های ما استفاده برند و آگاهی های خود را در مورد وضعیت تاجیکستان بیشتر نمایند. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.